و تو ذمه‌دار ایشان نیستی. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند ارواح را در هنگام مرگ میگیرد و آن را که در خواب خیش بوده و نمرده است نیست. پس روح کسی را که مرگ را بر او حکم کرده جدا از کالبد او نگه می‌دارد و روح آن دیگر را که بر او حکم مرگ نشده و کالبد او باز می‌فرستد تا زمان معینی. بیگمان در اینها برای مردم اندیشمند نشانه‌هایی است. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. آیا دیگران را جز خدا شفیع گرفتند؟ بگو آیا اگر ایشان هیچ قدرتی نداشته باشند و هیچ خیری را نفهمند؟ قل لله الشفاعت جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بگو شفاعت به تمام کمال از آن خداست، اکنون هم پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست و سپس در آخرت نیست به سوی او بازگردانیده می شود. و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم یسترشعون. و چون خدا تنها ذکر کرده شود دلهای آنانی که با آخرت ایمان نمی آرند می رمد و هراسان می شود، ولی چون دیگران جز او ذکر کرده شوند در این حال است که این نامسلمانان شادمان می شوند. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادت انت تحكم بین عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. بگو خداوندا ای آفریننده آسمان ها و زمین و داننده پنهان و آشکارا، تویی که میان بندگان خود در آنچه اختلاف می‌ورزیدند حکم می‌کنی. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامه و بدا لهم من الله ما لم یکونوا. اگر واقعا همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچندان به دسترس ستمگاران قرار داده شود، آن را برای رفع قسمتی از سختی عذاب روز قیامت فدیه می دهند، ولی بر ایشان در اثر عذابی که از جانب خدا عاید می شود چنان حالتی به وجود می آید که هرگز گمان نمی کرد. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. در این حالت است که بدی اعمالی که مرتکب می شدند به ایشان ظاهر می شود و بر ایشان عذابی که به آن تمسخر می کردند احاطه می نماید. صدق الله العظیم. خداوند راستگوی بزرگ است.